یک پناهجوی افغان در پی سقوط از مطر نظامیان ایرانی جان باخت. 19 دانشجوی دختر برای ادامه تحصیل در رشته طب از افغانستان به اسکاتلند رفتند. پایان بر پنهانکاری طالبان، 8 صبح از نقشه دیجیتالی زندانهای زنانه رونمایی کرد. توزیع کتاب امارات شناسی در مکاتب و مدارس قندهار توسط طالبان. ریچارد بیند از سفر به افغانستان منع شد. و طالبان میگوید چین میخواهد روند تعامل و همکاری را با ما افزایش دهد. سلام و درود به سرویس خبری این ساعت از شبکه جهانی هزار آورد با من بلقیس بهار و همکارم غلامرضا مرزایی خوش آمدید. مشروع خبرها. منابع محلی در نیمروز می گویند که یک پناهجوی افغانستان در پی سقوط از مطر پلیس ایران در ولایت سیستان و بلوچستان این کشور جان باخته است. منابع روز چهارشنبه 31 اسد به روزنامه 8 صبح گفتند که در این رویداد یک تن دیگر که قصد ورود به ایران را داشت زخمی شده است. منابع افزودند که این افراد به دلیل نبود فضای کافی از مطر سقوط کردند. بر اساس اطلاعات منابع روز گذشته مرزبانان ایرانی 120 شهروند افغانستان را که می‌خواستند به گونه غیر قانونی به ایران سفر کنند بازداشت کردند. به گفته منابع نیروهای ایرانی همه این افراد را برای انتقال به اردوگاه در یک مطر نوی خاور جابجا کردند. دولت اسکاتلند در هماهنگی با یک نهاد خیریه این کشور 19 دانشجوی دختر افغانستان را برای ادامه تحصیل در رشته طب به اسکاتلند انتقال داده است. دانشنال اسکات روز چهارشنبه 31 اسد گزارش داده است که این دانشجویان پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان از ادامه تحصیل محروم شدند. بر اساس گزارش دولت اسکاتلند این دانشجویان را در همکاری با نهاد خیریه لندا نورگرو اسکاتلندی به این کشور انتقال داده است. لندا نورگرو در سال 2020 میلادی در افغانستان درگذشت. بر بنیاد اطلاعات این دانشجویان روز گذشته سه‌شنبه 30 اسد در میدان هوایی ادینبورگ اسکاتلند مورد استقبال قرار گرفتند. روزنامه 8 صبح نقشه دیجیتال مربوط به زندان‌های زنانه زیر حاکمیت طالبان را در سایت خود بارگذاری کرد و در اختیار شهروندان قرار داد. این نقشه که از آن امروز چهارشنبه 31 اسد رونمایی شد، شکل پویا دارد و اطلاعات آن به کمک خبرنگاران، منابع محلی، منابع در میان مسئولان زندان‌های طالبان، زنان زندانی و وابستگانشان جمع‌آوری شده است. این نقشه دیجیتال مربوط به موقعیت‌های جغرافیایی بازداشتگاه‌ها و زندان‌های زنانه در ولایت‌های مختلف را شامل می‌شود. همچنان در این نقشه برخی از اطلاعات پنهان شده از سوی طالبان از جمله شمار زندانیان، اتهام‌های وارده و دسترسی آنان به خانواده‌هایشان نیز درج شده است. برخی از ولسوالی‌هایی که طالبان در آنها زندان زنانه ندارند اما زنان را بازداشت می‌کنند و در بند خود نگه می‌دارند نیز در این نقشه مشخص شده است. منابع محلی در قندهار میگویند که طالبان به گونه اجباری کتاب امارات شناسی را در مکتب و مدرسه های ولسوالی اسپین بولدک این ولایت توزیع کردند. منابع روز سه‌شنبه 30 اسد به روزنامه 8 صبح گفتند که طالبان این کتاب را در 95 مکتب و 21 مدرسه به دانش آموزان تحویل دادند. طالبان در این ولایت به دانش آموزان دستور دادند تا کتاب امارات شناسی را مطالعه کنند زیرا محتوای این کتاب در آزمون های مکاتب گنجانیده خواهد شد. منابع خاطر نشان می کند که در این کتاب درباره هویت رهبران طالبان و خاطرات جنگجویان این گروه پرداخته است. گفتنی است که این گروه پیش از این نیز از کارمندان ادارات دولتی در ولایت های مختلف امتحان امارات شناسی گرفته بود. به نقل از روزنامه 8 صبح کابل، طالبان مانع ورود ریچارد بیند، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل در امور افغانستان،
به این کشور شدند. منابع دیپلماتیک روز سه‌شنبه 30 اسد به خبرگزاری فرانسه تایید کردند که طالبان مانع ورود ریچارد بیند به افغانستان شدند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان نیز در گفتگو با رسانه‌های محلی تایید کرده است که ریچارد بیند به دلیل ارائه گزارش‌های نادرست درباره وضعیت افغانستان از سفر به این کشور منع شده است. ریچارد بیند تا کنون به گونه رسمی در این باره اظهار نظر نکرده است. و خبر اخیر هم این که سفارت طالبان در بیجینگ اعلام کرده است که چین میخواهد در بخش کشاورزی، تهیه انرژی پاک و تولید موترهای برقی با این گروه تعامل و همکاری کند. این سفارت روز چهارشنبه 31 اسد با نشر بیانیه از دیدار مولوی بلال کریمی سفیر طالبان در بیجینگ با شان مینگ معاون شورای توسعه بین المللی چین CCPIT خبر داده است. با این حال مولوی بلال کریمی در این دیدار مدعی شده که طالبان زمینه سرمایه گذاری را بیش از هر زمان دیگر در کشور فراهم کردند. بیجینگ طالبان را به رسمیت نمیشناسد، اما طی 3 سال گذشته رابطه نسبتا خوبی با این گروه برقرار کرده است. چین پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان صدها قرارداد را در بخش معادن با این گروه امضا کردند. این بود خبرهای این ساعت که تقدیمتان شد. وقتتان خوش. خدا نگهدار.